بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين قُدْ النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله خدمت بنندگان عزيز شنندگان گرامی خانواده های گرامی و محترم عرض سلام و احترام دارم امیدوارم که در هر کجای این عالم این برنامه رو میشنوید و میبینید مورد استفاده شما قرار بگیرد در بحث احکام خانواده یکی از مسائل مطرح در آن بحث ازدواج موقت است در مقابل ازدواج دائم ازدواج دائم احکامش مشخص هست اما در بحث ازدواج موقت مباحث وجود دارد که بیان آنها هرچند به صورت گذرا حائز اهمیت هست برای اینکه که متاسفانه در اثر ندانستن احکام این, مس... این گونه ازدواج شبهاتی مطرح می شود حرفهای نادرست و نابجای زده می شود و بر اساس همون روایت که از پیامبر اکرم و ایمه اطهار علیه السلام شده است که انسان هر چیز را که نداند با او دشمنی می کند یکی از های این دشمنی هم همین بحث ازدواج موقت یا نکاه متعه هست ازدواج موقت یا عقد متعه یکی از مباحث است که بر علیه مذهب جعفری و شیعه شبهات و تهمتهایی هایی رو مطرح می کند به همین جهت این رو خدمت عزیزان خواستیم نکاتی رو به عنوان توضیح عرض بکنیم و انشاءالله احکام اون هم در جلسات بعدی وقتی بیان شد تا حدود بسیاری از مسائل و شبهات هم حل خواهد شد نکاه متعه که در قرآن کریم هم این لفظ به کار رفته است متعه از ماده متعه در لغت به معنای چیزی است که از اون بهره برداری می شود و یا اینکه نفع اندک و کمی از آن برده می شود اما متعه وقت در اصطلاح فقهی و به تعبیر فقها ها مطرح می شود در اصطلاح هر مردی که با زنی تا مدت زمان معین و با مهریه مشخص نکاح انجام بدهد و با سرآمدن اون مدت تعیین شده مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا بشود به این میگوین نکاح متعه در این که آیا چنین نکاهی را ما میتوانیم از آیات و روایات مشروعیت آن را به دست بیاوریم یا نه خب نکاتی کوتاهی را خدمت عزیزان عرض می کنم تنها آیه که در قرآن کریم به این نوع از عقد اشاره دارد آیه 24 سوره نسا هست که خداوند متعال بعد از بیان احکام فراوانی که در سوره نسا بیان می کند از جمله بحث تعدد زوجات که در اوایل سوره هست و ازدواج های حرامی که در آیات متعددی از جمله آیات 22 تا 24 بیان می شود بعدش خداوند متعال به ازدواج های حلال می که از جمله اونها ازدواج موقت هست که حلیت و شرایط آن در همین آیه 24 سوره مبارکه نسا مطرح شده است وقت قرآن کریم میفرماید و اهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن وجورهن فریضه در این آیه شریفه حلیت و مشروعیت همسری و بهرهوری با زنان رو غیر از اون 16 طایفه ای که در آیات 22 و 23 در و صدر همین آیه بیان می شود خداوند متعال بیان می کند که حلال است برای شما غیر از اون گروه هایی که بیان شد ان تب تقو به اینکه با مال خودتون همسران رو بگیرید محسنین غیر مسافحین در حالی که افت را پاکی را مراعات بکنید و به گناه نیفتید بعد می فرماید فمستم تعتم به منهن فآتوهن وجورهن نفریزه از هر کدام از زنانی که بهره بردید فمستم تعتم به منهن از این زنان وقتی به عنوان متعه و بهره کوتاه نفع بردید فآتوهن وجورهن نفریزه اجر اونها را و مزد اونها را به عنوان یک وظیفه واجب باید بپردازید حالا در این که از این آیه شریفه چی چیزی اراده و استفاده می شود این است که خداوند متعال در این آیه بیان می کند در حقیقت همین بحث نکاه موقت یا اون عقد متعه را بیان می کند که نشانه ها و دلایل در این زمینه وجود دارد که خدمت عزیزان اشاره می کنند یکی از وجه دلالت این است که چون در ازدواج دائم و با کنیز در آیات دیگر اشاره شده است دیگه نیاز نبود که دوباره با این تعبیری ف تعتم به من هن نفاتو هن و هن دوباره اشاره کند به همون ازدواج های دائم چون اونا قبلا مطالبش و احکامش بیان شد روایات متعدد هم ما از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که اونها هم معنای این آیه شریفه را و این قسمت از آیه را به همین عقد متعه تفسیر کردن از جمله امام صادق علیه السلام و سلام در جواب امام ابو حنیفه که از ایشان سوال می کند که ازدواج موقت و متعه از کجا شما استفاده می کند؟ امام به همین آیه شریفه استشهاد می کند که روایتش در, در کافی مرحوم کلینی جلد پنج صفحه 448 و 449 آمده است دلالت یا نشانه دیگری که این آیه بر عقد دلالت دارد این است که استمتعتوم که در این آیه به کار رفته است به معنای بهرهگیری و ازدواج موقت است وگرنه اگر به ازدواج دائم باشد معنای آیه این می شود که اگر از زنان بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید در حالی که در ازدواج دائم ما وقتی بحث ازدواج دائم رو احکامش رو بیان میکنیم و مطالعه میکنیم میفهمیم که در اونجا پرداختن مهریه در صورتی که بهره و استمتاع و بهره جنسی برده بشود بر شوهر لازم نیست بلکه در ازدواج دائم به مجرد اینکه عقد خوانده شود ولو هم بستری و مقاربتی هم صورت نگرفته باشد اونجا هم باید حداقل نصف مهریه پرداخته بشود اما اگر معنای این آیه را ما به ازدواج دائم برگردانیم شرطش این گونه می شود که در صورت هم بستری باید م پرداخته بشود که معلوم است که این اشاره به ازدواج دائم ندارد نکته سوم هم که دوباره قرینه است بر این که این آیه اشاره به ازدواج موقت دارد این است که فآتوهن اجورهن فریزه دارد که از این تعبیر اجر و مزد معلوم می شود که اشاره به ازدواج دائم ندارد چون در ازدواج دائم مهریه با کلمه صداق و همچنین کلمه مهر در روایات و آیات بیان می شود خب این هم نشانه دوم و سوم هست که دلالت می کند بر این که این ازدواج موقت را میخواهد بیان بکند اما در این که چه حکمت و فلسفه می تواند در تشریع یک عقد جداگانه غیر از عقد دائم یا همچنین عقدی که با همسری با کنیز مطرح بوده است یک عقد جدیدی به نام عقد موقت یا نکاه متعه رو قرآن کریم بخواهد بی بیان بکند حکمت و فلسفه آن را می تواند در این نکته بیان داشت که خداوند متعال و دین مقدس اسلام خواسته است به یک شکل یک عقد دیگری را هم مطرح بکند تا این که مسئولیت های کمتری و تخفیف بیشتری برای مسلمانان داشته باشد در این حال که مسلمانان با انجام چنین عقدی خودشان را از گناه از افتادن در زنا و کارهای دیگر حفظ می کنند در این حال که پاکدامنی و عفت خودشان را با انجام دادنی ازدواج معقد نگه میدارن و در این حال هم از یک سری مسئولیت های مثل تأمین نفقه مثل ارث و میراث و امثال اینها هم خودشون رو مسئول و محفوظ نگه بدارن خب میدانیم که فوایدی که برای چنین اختی ممکن است خب همون پاک دامنی هست همون نیفتادن در زنا هست نیفتادن در کارهای خلاف دیگر هست اما مسئولیت های سنگینی که در ازدواج دایی وجود داره از جمله تأمین نفقه از جمله ارث و میراث و نسب و امثال اینها اونها را در این عقد موقت ما نمیتوانیم داشته باشیم که خود این یک نوع آسانگیری برای مسلمانان است خب مسائل برای مسلمانان پیش می آید در مسافرت هایی که برای مسلمانان پیش می آید در جاهایی که دسترسی به همسر دایمیشون ندارد خداوند متعال خواسته است که به یک شکل این مسئله تأمین بشود کما این که در روایت هم از امام وقت سوال می شود امام همین نکته رو بیان می کند و در جواب بیان می کند که این عقد برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بی نیاز نکرده یا زوجش غایب هست قرار داده است خب بحثی است که یک زمانی که استرار پیش میاد انسان ها بتواند از این طریق

معتقد نیستن و مخالفت میکنند. اونها چند تا دلیل دارن که یک اشاره کوتاه هم به اونها لازم است داشته باشیم یکی از دلایلی که بیشتر به اون تکیه کند برخی از روایات است که از طریق افراد نقل شده است که روایات آهاد گفته میشود به اونها روایات است که متواتر نیست که این روایات آمده است و بیان می کند که عقد متعه در اسلام بوده است در زمان پیامبر اکرم هم وجود داشته است منتها بعدا نسخ شده است خب این روایات قابل بحث است که چقدر از سند محکم برخوردار هستند در حالی که از نظر ما می تواند این روایات مختوش باشد به دلیل این که اولا روایات واحد است و ثانیا روایت خبر واحد نمیتواند تواند آیات قرآن شریف رو نسخ بکند علاوه بر این که روایات معارض در مقابلش وجود دارد روایات فراوانی در حد متواتر از ائمه اطهار علیه السلام نقش شده است گناه نسخ نمی آیه متعه را همچنان سر جای خودش باقی می دانن. اما اکثر مفسران اهل سنت معتقدند که آیه شریفه مربوط به نکاح دائم هست و بر فرض که این آیه اشاره به عقد متعم داشته باشد از آیات منسوخه هست و نسخش نه به روایت بلکه به واسطه آیات دیگر هستند یکی از آیاتی که میگویند به واسطه او این آیه نکاه مت نسخ شده است آیات سوره معارج و سوره مؤمنون هست که وقتی میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ف فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون در این آیات شریفه بیان می کند که مؤمنین کسانی هستند که تنها با همسرانشان یا با کنیزانی که در اختیارشان هست همبستری و نزدیکی دارند و هر کسی از این دو فراتر برود اینها متجاوز هستند تجاوزکار هستند و از این طریق خواستند بیان بکنند که وقتی عقد و ازدواج موقت دیگه شامل این نمی شود و هر کسی به ازدواج موقت قائل باشد طبق این آیات شریفه اونا باید متجاوز باشه در حالی که بسیار به راحتی می شود فهمید که آیات ش... آیات آن کریم این آیات بیان می کند که مؤمنین کسانی هستند که به واسطه یک عقد شرعی با همسرانی که بستن خب به اونها فقط ارتباط دارن و به غیر اونها با نامحرم و کسان دیگر ارتباط ندارن و به حکم این آیات آمیزش جنسی با غیر همسر و غیر کنیز حرام شده است خب هم بالاخره در ازدواج موقت هم فرض برای این است که اون هم همسر است و نزدیکی با او هم کار حرامی نیست و مراد از تحریم در آیات مذکور هم همون اشباه غریزه جنسی یا تأمین نیازهای جنسی از طریق نامشروع از طریق زنا و ارتکاب گناهان دیگر هست خب اینم یک نکته نکته دیگر این که سوره نسا که آیه عقد متعه در اون مطرح شده است جزء سوره های مدنی هست خب در حالی که سوره معارج و سوره مؤمنون جزء سوره های مکی هست چگونه می شود که یک سوره که در مکه نازل شده است آیه او بیاید یک سوره که در مدینه بعدا نازل شده او را نسخ بکند این هم یک از مسائل مهم است که قابل باور نیست که یک آیه سوره مکی بیاید آیه سوره مدنی را نسخ بکند آیات دیگر هم که برای نسخ احکام عقد متعه آوردن آیات است که مربوط به ارث است که وقتی بیان میکند ولکم نصف ما ترک از واجکم این لم یکن لهون نولد فا کان لهون ولد فلکم الربع من ما ترک در اینجا وقتی بیان میکند که وقت ارث بین همسران وجود داره به دلیل اینکه در ازدواج موقت و متعیص وجود ندارد از اینجا می شود فهمید که پس عقد متع اصلا درست نیست در حال که می شود جواب داد این که هیچ ملازمی وجود ندارد بین این که در هر کجا ارث باشد اونجا زوجیت وجود داشته باشد هر کجا ارث نباشد زوجیت هم وجود نداشته باشد برای این که ما در ازدواج دایم هم موارد را داریم که در اونجا ارث مطرح نیست اما همچنان زوجیت و همسر بودن مطرح هستند از جمله جاهایی که زوجیت هست اما ارث نیست مثلا در موردی که ارث کافر از مسلمان خب این چیزی است که مثلا به هیچ وجه ولا همسری هم وجود داشته باشد کافر نمیتواند از مسلمان ارث ببرد و نکته دوم هم زن که شوهر خودش را به قتل میرساند ولا زن و شوهر هم باشند باز هم نمیتواند ارث ببرد چه ملازمه ای است که هر کجا ارث باشد همسری و زوجیت هم وجود داشته باشد اگر نباشد بگیم که پس همسری هم وجود ندارد نسخ دیگر هم که شده است که با اون آیه این آیه عقد متعه نصف شده است بحث طلاق هست که وقتی بیان می کند که بالاخره در زن و شوهری زمانی محقق هست که طلاق وجود داشته باشد وقتی طلاق وجود ندارد خیال می کند که پس همسری و زوجیت هم در آن وجود ندارد چون در عقد موقت طلاق وجود ندارد به مجرد این که زمان تعیین شده بین زن و شوهر تمام بشود اینا از همدیگر جدا میشوند و دیگه طلاق لازم نیست ادی خیال کردن که همین که در این عقد موقت طلاق وجود ندارد لذا این همسری و زوجیتشون هم مشروعیت ندارد در حالی که بحث طلاق در جای مطرح است که در اونجا اثر عقد نکاح همچنان محفوظ باشد و انسان بخواهد اون اثر را اون دوام ازدواج را با طلاق از بین ببرد وقتی در عقد موقت دیگر اون اثر نکاه و اثر عقد با تمام شدن مدت از بین می رود از این جهت است که در عقد موقت طلاق لازم نیست برای اینکه زوجیت دوام نداره این ازدواج وقتی مدتش تمام شده است دیگه نیاز به طلاق نیست تا اینکه ما بخوایم با طلاق این ازدواج را دوباره تمام بسازیم و ثانیا تشریع طلاق این که طلاق در جای مشروعیت داشته باشد هرگز با زوجیت همراه نیست که زوجیت حتما دائمی باشد برای اینکه در متعه کنیز هم ما میبینیم که بالاخره اونجا هم این طلاق وجود ندارد اما همچنان زوجیت وجود دارد و نکته اخیر هم که خدمت عزیزان عرض بکنم این که بعضی ها با آیه که در اون آیات عده زنان رو مطرح میکنند، آمدن استدلال کردن که عقد متع... توسط این آیات هم نسخ شده است خب این یک نوع تهمت است که خیال میکنن شیعه که معتقد به عقد موقت هست و بعد از تمام شدن مدت وقتی زن و شوهر از همدیگر جدا میشوند و یک تهمت رو هم بر شیعه وارد میکنن که اینا پس شیعه به نگه داشتن عده معتقد نیستن در حالی که چنین نیست ما در احکام ازدواج موقت، انشاءالله به صورت مفصل بیان خواهیم کرد که مشترکات فراوانی بین ازدواج دائم و ازدواج موقت وجود دارد که یکی از اون احکام مشترک بین ازدواج دائم و موقت همین نگه داشتن عده است و به هیچ وجه این تهمت بر شیعه درست نیست که خیال میکنن که شیعه وقتی به ازدواج مقد معتقد هستند به نگهداری زنان برای عده معتقد نیستند خب این ها نکات مختصری بود که خدمت عزیزان تقدیم شد هرچند بحث مفصلتری لازم داره ولی به دلیل اینکه که فرصت اجازه نمیدهد فقط به صورت اشاره و کوتاه عرض شد که شیعه وقت معتقد به ازدواج موقت هست با استفاده از این آیه شریفه که در آن نشانه هایی برای اینکه این مراد ازدواج موقت است معتقد به ازدواج موقت است از نظر تاریخی هم شیعه معتقد است که ازدواج موقت و مت... در زمان پیامبر اکرم وجود داشته مسلمانان به اون عمل کرده است اما حالا ادعی بیاین ادعا بکنن که این بعد از پیامبر اکرم نسخ شده است خب ما این ادعا را قبول نمی کنیم و نسخ یک آیه شریفه را هم تنها به واسطه آیه شریفه دیگر و در زمان پیامبر اکرم قبول داریم که کسانی هم که معتقد هستند بعد از پیامبر این نسخ شده است کاملا حرف است که نمیتوانند محل اعتقاد و باور قرار بگیرد امیدوارم که با دانستن احکام این نوعی از ازدواج مسائل و شبهات هم که مطرح است انشاءالله اینها مرتفع بشود و مسلمانان صورت کل در صورتی که نیاز باشد خب از بهره های این نوع ازدواج هم بهره مند باشند امیدواریم به هم خداوند متعال به همه ما معارف حقیقی و واقعی اسلام رو معرفی کند و انشاءالله توفیق عمل به احکام نورانی اسلام هم به همه ما داده بشود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزات بالنصر والغلبه وعلى الاسراء بالخلاص والراحه وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين